با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 ماه میزان سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. اتهام های تازه درباره کمک مالی روسیه به طالبان. ما فکر میکنم که روسیه را پای برده یا پای خاط برده که این کار نکنه. هشدار سرپرست وزارت امور خارجه از نیامدن اصلاحات در ساختارهای سیاسی حکومت وحدت ملی. و ما در جمعیت اسلامی افغانستان موضوع اصلاحات را در ساختار نظام سیاسی کشور جدیتر از پیش دنبال میکنیم. خوشبینی رئیس جایز بهبود رابط میان کابل و اسلام آباد پس از نشست چهار جانبه عمان. توسعه یک اپلیکیشن برای پرداخت پول صرفه آب و برق از راه اینترنت از سوی یک جوان افغان. با آغاز درگیری میان نظامیان دولت عراق با نیروهای پیش مرگ کرد در نزدیک شهر کرکوک عراق. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. یک گزارش روزنامه تایمز روسیه را متهم ساخته است که ماهانه 2 میلیون دلار به طالبان کمک مالی می کند. بر بنیاد این گزارش، روسیه با فرستادن مواد سوخت به شرکت های وابسته به طالبان آنان را از راه گذر فروش نفت کمک می کند و این کمک ها از بهره حمله بر نیروهای ناتو در افغانستان هستند. وزارت دفاع ملی درباره این گزارش ها می گوید که روسیه با کمک به طالبان اشتباه می کند. روزنامه The Times گزارش می دهد که طالبان از بهر حمله بر نیروهای ناتو در افغانستان ماهانه برزش 2.5 میلیون دلار از روسیه کمک دریافت می کنند. بر بنیاد این گزارش، روسیه از راه ازبکستان به شرکت های وابسته به طالبان نفت می فرستد و طالبان با فروش این نفت جنگ افزار می خرند. وزارت دفاع ملی روسیه را دوست افغانستان می داند و از این کشور می خواهد تا به دولت افغانستان کمک کند. اشتباس. ما فکر میکنم که روسیه را پای برده یا پای خط بردن که این کارا نکنن. اگر کرده باشن این کارا نکنن که به نفعشان نیست، به قوی مسئله ما به دولت افغانستان کمک کنن و افغانستان کشور دوستش است نه دشمن. یکی از کسانی که به طالبان کار میکند به تایمز گفته است که مواد سوخت را میفروشند و پول آن را به گونه مستقیم به فرماندهانشان میدهند، چون پذیرفتن پول از روزها برایشان خوشایند نیست. بر بنیاد گزارش ها، این نفت ها به بازرگانان در کابل نیز فروخته می شوند. روسیه می خواهد مدیریت ناامنی را در منطقه به دست بگیره به دلیل اینکه خود را آسیب پذیر می داند. اما این دلیل نمیشه که دشمنان مردم افغانستان هر روز توسط یک جنگ نیابتی قوی تر بشن و هیزم سوختش مردم افغانستان باشه. در این گزارش یک مشاور ارشد طالبان بعد د تایمز گفته است که روسیه از ترس افزایش گروه داعش طالبان را کمک می کند. پیش از این مقام های بلندپایه آمریکایی تایید کرده بودند که روسیه جنگ افزارهای نیمه سنگین را در اختیار طالبان قرار داده است. روسیه و طالبان تا کنون به گونه رسمی درباره این گزارش چیزی نگفتند. صلاح الدین دبانی سرپرست وزارت امور خارجه و رئیس جمعیت اسلامی که به بدخشان رفته است در یک همایش مردمی هشدار میدهد که اگر اصلاحات بنیادین در ساختارهای سیاسی حکومت به میان نیاید، دستاوردهای 15 سال پسین با تهدید روبرو خواهند شد. در این حال بسم الله محمدی از اعضای جمعیت اسلامی و وزیر پیشین دفاع ملی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم میسازد که این کمیسیون مستقل نیست. در این باره کریم امینی گزارش دارد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور و نیز بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین که به بدخشان آمدند در یک گرد همایی مردمی که ظاهرا از بحر یاد بود از ششمین سال روز ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح برگزار شده است بر بمیان آمدن اصلاحات گسترده در حکومت تاکید می‌ورزند.
در صورتی که نظام سیاسی موجود نتواند به خواستهای بر حق مردم پاسخ دهد، مردم حق دارند برای اصلاح نظام خواهان تغییرات بنیادین مطابق قانون اساسی شوند. و ما در جمعیت اسلامی افغانستان موضوع اصلاحات را در ساختار نظام سیاسی کشور جدی‌تر از پیش دنبال می‌کنیم. در این میان بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین که عضویت رهبری جمعیت اسلامی و شورای حراست و ثبات را نیز دارد، حلقه های را به مهندسی انتخابات های آینده متهم می سازد. کمیسیون مستقل انتخابات بود، ای کاش در گذشته مستقل می بود. کلمه مستقل گرفتنش آدم شرمش می که به کمیسیون مستقل انتخابات قبلی بگیرد. و امروز نیا مهندسی کردن و مهندسی میکنن، بازم در فکر ازی هستن که به تقلب انتخابات پارلمانی رو بگذرانن و انتخابات ریاست جمهوری رو بگذرانن. جمعیت اسلامی پیش از این حکومت را به انحصار قدرت متهم ساخته است و افزون بر اصلاحات دیگر خواهان برکناری مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و سران نهادهای امنیتی شده است. در این حال رئیس جایه می گوید که نشست چهار جانبه گفتگوها میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا رابط میان کابل و اسلام آباد را بهتر خواهد ساخت. با گفته وزارت امور خارجه، در این نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا درباره چگونگی عملی شدن تعهدات این کشورها برای تامین صلح و مبارزه با هراس افغانی تصمیم گرفته خواهد شد. انیسه شهید گزارش می دهد. در ششمین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا که بر روز دوشنبه در مقصد عمان برگزار شد، معین سیاسی وزارت امور خارجه، نمایندگان شورای عالی صلح و شورای امنیت ملی درباره رسیدن به یک نتیجه دلخواه تصمیم می‌گیرند. در این نشست بر روی یا با در نظر داشته اهداف مشخص که تعیین میشه و راه‌های رسیدن به این اهداف تصمیم اتخاذ خواهد شد تا چه زمانی نشست بعدی گروه هماهنگی چهار جانبه و در کجا برگزار شود. رئیس اجرایی حکومت نیز بر نتیجه این نشست امیدوار است. در جلسه چهار جانبه ایالات متحده آمریکا و جمهوری مردم چین و کشور پاکستان، البته افغانستان که موضوع بحث این کنفرانس است و رابطه افغانستان و پاکستان در اونجا روش بحث میشه و انشاءالله نتایجش اعلان خواهد شد. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که در این نشست نمایندگان حکومت افغانستان باید با صلاحیت باشند و خواستهایشان را به گونه روشن بیان کنند. او دغه کنفرانسونه سنن په دنیا کې جوړیږي، زی خلاف نه یم، خدا مون ته دا کور نه جوړی چې لڅو په خپل افغانان دا کور په خپل سره جوړ نکي. هیڅ کله باید دی افغانستان دی پلاوی له طرفه دیپلوماسی یا تشریفاتی التا مسائل مطرح نشي، خبره باید جدی وي، باید پاینل ته ورسیږي. پیش از این کابل، اسلام آباد، بیجنگ و واشنگتن پنج نشست را درباره گفتگوهای صلح با طالبان و مبارزه با هراس افغانی برگزار کرده بودند و نقشه راه صلح را ترسیم نمودند، اما این نشست ها نتیجه دلخواهی نداشتند. افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا نخستین نشست چهار جانبه صلح را در سال 2015 میلادی در حاشیه نشست قلب آسیا برگزار کرده بودند. در حال که ریاست جمهوری از همه جانبه بودن راهبرد مبارزه با فساد اداری سخن میگوید، اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که برای مبارزه با این پدیده یک نهاد مستقل و بی‌طرف باید ایجاد شود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که بهترین گزینه در کار مبارزه با فساد اداری ایجاد یک نهاد مستقل است که رهبری آن نیز باید انتخابی باشد و این نهاد بدور از فراز و فروتهای سیاسی و دخالت افراد با نفوذ کارهایش را به پیش ببرد. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان نیز این راهبرد مبارزه با فساد اداری را ناقص میداند. شریف امیری گزارش میدهد. اعلام راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری کم از کم 3 سال را در بر گرفت، اما یکی از نگرانی های عمده نهادهای مبارزه با فساد اداری این است که نهاد مستقل و با صلاحیت وجود ندارد تا این راهبرد را عملی بسازد. راهبرد مبارزه با فساد بنابر نداشتن جنبه تطبیقی یک راهبرد کارا نیست.
بر بنیاد این راهبرد، اداره عالی مبارزه با فساد اداری از میان برداشته خواهد شد. رئیس این اداره نگران آینده 400 کارمندش است. اداره ایجاد شود که در پلوی صلاحیت ها و ظرفیت ها و امکانات تشکیلاتی و مالی کافی تابع فراز و فرودهای سیاسی و مقطعی و موسمی و یا جناهی نباشد. اما ریاست جمهوری بر کارایی این راه برد تاکید می‌ورزد. استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری یک سند جامع و قابل اجرایی هست. تمرکز اساسی روی وزارتخانه هایی است که بیشترین عواید و بیشترین مصرف دارد، اما تمام ادارات مکلفند تا پلان عمل خود در چارچوب استراتژی تنظیم و اجرایی نماید. با این همه یگانه راه در کار مبارزه با فساد اداری مردود شدن فرهنگ معافیت از مجازات و به دادگاه کشانیده شدن فساد پیشگان بزرگ دانسته می شود. هم کسایی که فساد پیش است، اونا هم خاطرش جمع است که ما پشتوانای داریم و آدرس های وجود داره که از ما دفاع میکنن. و از جانب دیگه وقتی که ما میبینیم که حکومت هم تحت تاثیر امی وحسا میره. شفافیت در سیاست ها، رهبری سالم، مدیریت درست مالی و منابع، شفافیت در روند استخدام ها و ایجاد یک دادگاه ویژه برای غاصبان زمین از اصل های مهمه این راه برد هستند. جوان یک اپلیکیشن برای پرداخت پول صرفه برق و آب از راه اینترنت ساخته است تا به گفته خودش افزون بر ایجاد سهولت برای مردم به گونه به پیکار با فساد اداری نیز بپردازد. میرویس نصرت که دانشجوی مهندسی ساختمانی تأکید می‌ورزد که این اپلیکیشن در هر خانه‌ای که یکی از باشندگان آن تلفن هوشمند داشته باشد کاربرد دارد. تمیم حمید گزارش می‌دهد. هم دشتک اپلیکیشن ایمیل یا ایدی مور کور همانند شبکه های اجتماعی در این اپلیکیشن نیز کاربران حساب باز می کنند و نهادهای برق و آبرسان هم با حساب های مدیریت خودشان چگونگی مصرف برق و آب را به اطلاع مردم می رسانند و از آنان می خواهند که هزینه ماهانه این خدمات را بپردازند. در سیستم آقای فیصدی دی مصرف هم معلوم است، مثلا پیسی هم معلوم است، کال به کال باندې به دقیق مترون لوستل کیږي چې ټول فسادونو او ستونزو مخه نیسي. یک تلفن هوشمند که به اینترنت وصل شده باشد می تواند هر شهروند کشور را کاربر این اپلیکیشن بسازد. اما اگر کسی به اینترنت دسترسی نداشته باشد چی باید بکند؟ اینترنت کلپونه وجود لري، کلپونه وجود لري چې کولای شي حالت له نت څخه ګټه واخلي او همدارنګ هغه خود داسې نه ده په میاشت کې دوه واري یا دوه واري یا درې واري که یې چې کړی هم کافی ده. میرویس میگوید که بیش از 8 ماه را برای تهیه این اپلیکیشن کوشیده است و اکنون نهادهای دولتی و شماری از نهادهای خارجی چگونگی کاربرد آن را به بررسی گرفتند. کمو غواړو سراتلن کې نسل مې جوړ سي د هیواد لپاره باندې نوې ټکنالوژي کې مو غټ لاس ودرو باید مو نووري سپورټ کو. بان کې میرویس تمنای سراسری شدن هر چیز زودتر این اپلیکیشن را دارد، اما وی و همکارانش اکنون به نتیجه بررسی ها در این باره چشم دوختند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشد. ادامه این خبر هاست طلوع و طلوع نیوز. نیروهای پیش مرگ کرد و نظامیان دولتی عراق در نزدیک شهر کرکوک با هم درگیر شدند. بر بنیاد گزارش ها نیروهای عراقی بخشی از کرکوک را به شمول یک پایگاه نظامی و نیز یک میدان گازی بدون درگیری تصرف کردند. اما نیروهای کرد این گزارش ها را بی بنیاد می دانند. از سوی هم برخی از باشندگان کرد شهر کرکوک جنگ افزار برداشتند و می گویند که در برابر نیروهای ایرانی از سرزمینشان دفاع می کنند. پس از آن که مقامهای کردستان عراق درخواست حکومت مرکزی را برای ملغا ساختن نتیجه همپرسی استقلال این منطقه رد کردند، نیروهای دولتی این کشور بخشهای از کرکوک را گرفتند.
فرمانده کل نیروهای مسلح دکتر حیدر عبادی به این نیروها دستور داده است که از مردم کرکوک محافظت کنند و در همکاری با مردمان کرکوک و نیروهای پیشمرگه امنیت را به این شهر بیاورند. نیروهای ضد هراس افغانی، پلیس فدرال و نیروهای زرهی ارتش به هیچ درگیری وارد بخشای بزرگی از کرکوک شدند. اما شماری از باشندگان کرکوک میگویند که این شهر از سوی نیروهای ایرانی محاصره است و کردان در برابر آنان مقاومت خواهند کرد. ما جنگ افزار برداشته ایم تا از سرزمینمان دفاع کنیم. ما مخالف هر گونه توافق با بغداد هستیم. ما باشندگان کرکوک در برابر حمله های بسیج مردمی و ایرانیان از سرزمینمان دفاع می کنیم و مانند داعش آنان را نیز از اینجا بیرون خواهیم ساخت. آنان ایرانیان هستند، نه سربازان عراق. آمدند تا شهر ما را اشغال کنند. از دید ما آنان هراس افغان هستند و نمی توانیم اجازه دهیم که وارد شهرمان شوند. پس از همه پرسی استقلال کردستان، ایران و ترکیه اعلام کردند که با جدایی کردستان از عراق مخالف هستند و از این کار جلوگیری خواهند کرد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید کسانی که بر ضد پاکستان و ارتش آن سخن میگویند دشمنان این کشور هستند. او از نواز شریف و حزب مسلم لیگ و از بحر سخنانشان بر ضد دادگاه عالی و ارتش پاکستان سخت انتقاد میکند. شمار کشتگان انفجار روز شنبه در پایتخت سومالیا به بیش از 300 تن رسیده است. این انفجار که با یک موتر باربری پر از مواد انفجاری انجام شد، در کنار زخمی ساختن صدها تن دیگر، زیانهای بزرگ مالی نیز بر جا گذاشته است. حکومت سومالیا شبکه القاعده را مسئول این انفجار می داند. سورونبای جینبکوف نخست وزیر پیشین قرقیزستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شده است. او از سوی الماسبیک آتامبایوف رئیس جمهور کنونی قرقیزستان پشتیبانی می شود و سیاستهایش به روسیه نزدیک استند. رقیب اصلی او عمربیک بابانوف تنها یک سوم آرا را به دست آورده است. بال توجه کنید به خبر تازه. ریاست امنیت ملی میگوید که کارمندان این ریاست از یک حمله خونین در شهر کابل جلوگیری کرد. در خبرنامه این نهاد آمده است که دو تار کننده که میخواستند یک موتر پر از مواد منفجر را به کابل انتقال دهند، در بالاسوری سوربی کابل از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی بازداشت شدند. در این خبرنامه آمده است که این مردان به دستور شورای پشاور میخواستند این حمله را انجام بدهند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. یک شرکت هوانوردی خارجی با کاهش 50% کرایه قالین های افغانستان را به 300 نقطه جهان انتقال می دهد. مسئولان شرکت ترکش ایر می گویند که بر بنیاد یک توافقنامه با اتحادیه قالین بافان افغانستان، هر کیلوگرم قالین افغانی را به اروپا تا 2.5 دلار انتقال می دهد. از سوی هم شمار از اعضای اتحادیه قالین بافان کشور می گویند که با ایجاد سهولت ها در انتقال قالین کشور به بازارهای جهان، روند خرید و فروش آنلاین قالین نیز افزایش یافته است. در این باره زبی جهان مل گزارش دارد. مسئولان شرکت ترکش ایر میگویند که در چارچوب برنامه آبادی که از سوی نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا تمویل می شود، قالین های افغانی را با 50% کاهش کرایه به 300 نقطه در جهان می رسانند. از هدف قراردادی است که تاجر دست اول با دفتر ترکش کارگو در تماس باشد تا بتانه خدمات خوب ترکش کارگو بر زنا ارائه بتانه و هم تاجر منفعت خوبی از قیمت های بسیار نازل ببرند. جمران قاسمی که مسئول بازاریابی یکی از شرکت های قالین بافی در کابل است، برای گرفتن طرح‌های قالین مطابق به نیاز مشتریانش از اینجا برنامه ریزی می کند. وای می گوید که در این نرم افزار فروش قالین و فرش تمام سهولت ها برای انتخاب مشتریان از انتخاب رنگ گرفته تا بهای قالین موجود است. مشتری های محصد بسن دنیا قالین های ما را سعی می کنند و مطابق نرخ هایی که ما در وبسایت خود می گذاریم اونا را خوش میکنن، پسند میکنن و میخرن.
از سوی هم شماره از اعضای اتحادیه قالین بافان کشور هرچند ایجاد سهولت ها در رسیدن قالین های کشور به بازارهای جهانی را سودمند می دانند، اما می گویند که حکومت باید زمینه های بیشتر بازاریابی برای قالین های کشور را فراهم سازد. چون که پیش ما از اینجا که دبی صادر میکردیم و کیلوی تقریبا 2 دلار چارج میکردیم، حالا فعلا 50 سنت تا 70 سنت دبی صادر. ما مثل هند هم تعدادی زایر به تفاهم برسیم که بتانیم کالاهای صادراتی ما با کمترین زمان و با بالاترین قیمت به کشورهای بیرونی صادر شود. هرچند بازاریابی برای قالین کشور از راه اینترنت شیوه جدید فروش قالین در کشور است، اما شمار از شرکت های بزرگ تولید قالین در کشور میگویند که در سالهای اخیر شمار از قالین بافان تلاش دارند که شیوه های معیاری بافت و فروش قالین های مفشن جهان را به کار گیرند. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 80 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکنه. خبای ملک خوش اومده. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی ورزش‌های زورخانگی افغانستان بعد از بعد سواردن قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا در بخش انفرادی امروز به کشور برگشت. ملی پوشان کشور توانستند در این رقابت‌ها با بعد سواردن 8 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز فاتح رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا در بخش انفرادی شوند. نخستین دوره مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانگی و کشتی پهلوانی جنوب آسیا با حضور 8 کشور و با میزبانی نیپال برگزار شده بودند. ملی پوشان آسیا هارا کاراتای کشور برای حضور پرقدرت در رقابت‌های قزاقستان از کنیم ما به این سوق تمرینات فشرده را در شهر کابل آغاز کرده است. قرار است رقابت‌های قهرمانی آسیا اروپا به هفته آینده با شرکت ورزشکاران بیشتر از 30 کشور در پایتخت قزاقستان آغاز شود که به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها کاروان 10 نفری شرکت خواهند کرد. تیم ملی فوتسال کشور در نخستین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در مقابل ایران میزبان تن به شکست داد. این در حالی است که قرار است تیم ملی فوتسال کشور امشب ساعت 8 شب به وقت کابل در مقابل تاجیکستان پا به میدان رقابت بگذارد. اگر ملی پوشان کشور بتوانند در این دیدار تیم ملی تاجیکستان را شکست بدهند، راهی دور نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا خواهند شد که قرار است در ماه اکتبر سال آینده میلادی در چین برگزار شود. کریم خان صادق ملی پوش کرکت کشور که مدت 16 سال می شود برای تیم ملی کرکت کشور بازی می نماید، بعد از درخشش و بعد از آوردن لقب بهترین بازیکن لیگ ششتوش کرکت کشور توجه زیاد را بار دیگر به خود جلب نموده است. کریم صادق در پهلو این که کرکت بازی می نماید در کارهای خیریه نیز دست باز دارد. ما در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.